برای بحث بیشتر اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد اینجا با ما هستند. آقای رحیمی خیلی خوش آمدید به برنامه. چرا نهادهای غیر دولتی نتوانستند که در 17 سال گذشته به گونه موثر در افغانستان کار کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. نخست عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون طلوع نیوز دارم. امروز جای بس مسرت است برای وزارت اقتصاد که میزبان نخستین کنفرانس مؤسسات غیر دولتی در کابل بود. هدف اساسی از این کنفرانسی بود که گزارش تحلیلی که وزارت اقتصاد از فعالیت‌های مؤسسات غیر دولتی در افغانستان انجام دادند هیرمگانی بسازد و بحث دوم یا هدف دومی بود که یک گفتمان رودرو را بین نهادهای مؤسسات غیر دولتی، نهادهای تمویل کننده و ادارات دولتی فراهم بسازد تا ای که در این گفتمان عمومی بحث اساسی روی مؤثریت پروژه و ارزی خدمات به مردم باشه. در قسمت سوال شما که در 17 سال گذشته روند توسعه، روند انکشاف همیشه نیازمند از است که ما گذشته خود ببینیم، تحلیل بکنیم و بر مبنای تحلیل خود که میکنیم آینده خود چارچوبش جور بکنیم و در او روشنایی از او بتانیم از درسایی که در گذشته آموختیم او در آینده از او بهتر استفاده بکنیم. یعنی هدف اساسی کنفرانس امروز که دنبالش فردا مسک بر مبنای ازی بود که در گذشته کدام خلاها وجود داشته و در آینده چطور بتانیم خلاها را پر بکنیم و با یک نقشه رای بسیار مشخص فعالیت های مؤسسات با دونره با نهادهای حکومتی طور عیار بکنیم که با کمترین هزینه بتانیم زیادترین دستاوردار داشته باشیم. آقای رحیمی، یک قسمت از این که نهادهای غیر دولتی نتونستن که به گونه مؤثر کار بکنن برمیگرده به خود وزارت اقتصاد. چرا شما نتونستین که نظارت جدی از کار کرده نهادهای غیر دولتی در افغانستان داشته باشین تا اینا بتونن که به اساس نیازمندی های مردم اینجا پروژه ها را تطبیق بکنن؟ بحث اساسی است که وزارت اقتصاد در روشنایی قانون مؤسسات اجرات خود کرده، اما مؤثریت چیزی است که هر سال باید بهترتر شود. ما مطابق قانون مؤسسات یا قانون انجوها مؤسساتی که حسابدهی نبوده برای حکومت اونا را منحل کردیم، چون در قانون مؤسسات آمده که هر مؤسسه که بر 2 سال گزارش بر حکومت ایران میکنه اونا منحل میشن. سال 95 در حدود 173 مؤسسه به خاطر که پاسخگو به حکومت نبودن منحل شدن. بحث دوم ایست که پروژه‌ای که مؤسسات تطبیق میکنن، مثلا در گزارش تحلیلی ما آمده که مؤسسات که در حدود 2070 مؤسسه میباشه که از او جمله 1802 مؤسسه داخلی و 268 مؤسسه دیگه مؤسسه خارجی میباشه، اینا در سال 95 در حدود بیشتر از 5000 پروژه تطبیق کردن. 5000 پروژه مدیریت ازی در سطح کشور در تمام ولایت ها و در 6 سکتور مشخص کار بسیار مشکل و مغلق می باشه. گفتمان که دیگه کنفرانس امروز و سبا دوام می کنه، در هر 6 سکتور که مؤسسات فعالیت می کنن در اونجا تلاش کردیم که نماینده های خود مؤسسات باشه، نماینده های تمویل کننده باشه و ادارات دولتی باشه که گفتمان بسیار رودرو و باز باشه که در هر سکتور مشخص از این مسائل صحبت شود که چطور میتونیم که فعالیت ها را هم سو بسازیم، اما هنگی لازم ایجاد بکنیم تا از تکرار پروژه، تا از مؤثریت پروژه مطمئن شویم و پروژه طور تطبیق شود که زیادتر در ولایت هایی که در اونجا نیاز بیشتر است، در ساحات دوردست، در اونجا تمرکز بکنم. یکی از یافته های مهم از گزارش تحلیلی که وزارت اقتصاد انجام داده است که تفاوت بین سرمایه گذار در بین ولایت ها بسیار زیاد کلان است. تقریبا 10 چند تفاوت است. در بعض ولایت ها سرمایه گذاری زیاد شده، در بعض ولایت ها بسیار کم شده. حتی سرمایه گذاری یا مصارف مؤسسات بر اساس فی نفر در ولایت ها تقریبا در بعض ولایت ها تا 65 دلار فی نفر میرسه و در بعض ولایت ها به 6 دلار که یک تفاوت کلان نشان میده. بنان گفتمان اساسی کنفرانس امروز و دنبالش سبا بالای عزیز که کدام روش ها رو پیدا بکنیم که هم مطمئن شویم که روند انکشاف متوازن است و متمرکز بالای کاهش فقر
و متمرکز بر کاریابی و مسئولیت است. آقای رحیمی، شما انتقاد میکنین از نبود توازن در عملسازی پروژه های که از طرف نهادهای غیر دولتی عملی میشه، اما همیشه انتقاد بر خود حکومت بوده که حکومت نتونسته که پروژه ها را به گونه توازن در ولایت ها عملی بسازه. چرا اگر شما انتقاد میکنین از نهادهای غیر دولتی، بس خود حکومت چقدر تونسته که توازن در پروژه ها در نظر بگیره؟ بس انتقاد نیست، بس از این که اجرات ما چی بوده، اینال راهکار راه حل مناسب برای زود چی است. کنفرانس که می هدف از که خدمت شما گفتم میست که در این کنفرانس هدف ما نیست که انتقاد بکنیم مؤسسات یا انتقاد بکنیم نهادهای حکومتی را یا انتقاد بکنیم تمویل کنداره. بحث اصلی در اینجا است که گزارش تحلیلی این نتیجه بر ما داده. خب امی که توازن یا در نظر نگرفتن، خب یک انتقاد از بالا از اینا. نه، این که دریافته است که ما عمل کرد ما چی بوده، نتیجه چی آمده و برای این نتیجه آل راه حل مناسب چی است و این راه حل مناسب امیست که یک گفتمان رو در رو باشه، تمام نهادهای زی طرف دو سهیم باشه تا اینکه یک راهکار مناسب برای ترمیم از این مسئله پیدا شود و در آینده تمرکز بالایی شد که این اشتباهی که در گذشته بود تکرار نشه. در سال 95 چقدر از نهادهای غیر دولتی آمدن گزارش فعالیت هایشان را به وزارت اقتصاد ارائه کردن؟ خیلی کوتاه بگویید. از مجموع 1802 مؤسسه داخلی حدود 500 مؤسسه گزارش ندادن، یعنی 30% مؤسسات داخلی گزارش ندادن و از مؤسسات خارجی در حدود 28 مؤسسه از مجموع 268 مؤسسه گزارش ندادن که 11% میشه. در حقیقت تعداد زیاد نهادها گزارش دادن اما 30% نیست که او باز ما در گفتمان امروز سرزو بحث کردیم که من بعد وزارت اقتصاد کارایی که کرده به طول سال قانون مؤسسات تدیر گرفتن و در زمینه این بحث روی کار گرفتن تا این باشه که یک گفتمان مشترک پیدا شود تا این خلا پر شود. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه.